هیچی مثل که داشتم خواب میدیدم. باز که این دختر بیداره، خواب نداره اصلا. من کی خوابیدم؟ داشتی میپرسیدی تقارن یعنی چی؟ یواشی سرت اومد رو میز. تقارن؟ بس چی پرسیدم تقارن یعنی چی؟ فرزانه گفت امسال تقارن روزه سال آقا جون و روزه رمزونه. تو پرسیدی تقارن یعنی چی و خوابت برد؟ درست 5 ساعت پیش. ای بابا لامپاری؟ سیماش اتصالی داره. دمه؟ بله خانم، وقتی برگ چای میره پایین یعنی دمه. ولی اینجوری که تو قوری رو گرفتی فکر کنم دوباره باید دم کنم. برو اون صورت قشنگتو بشور، بذار چشمات باز شه. به هوای آقا جون خوابیدم، خواب داداشو دیدم. دیگه یواش یواش دارم داره شور میزنه، خیلی وقت ازش خبر ندید. آخرین بار دوستش زنگ زد گفت از توکیو رفته یه شهر دیگه. حالا باید دوباره باهاش تماس بگیرم ببینم نشونی تلفنی چیزی ازش داره. من چرا خواب نمیبینم؟ 1000 سال خواب ندیدم. به به چه سفره‌ای، یه کاری هم برای ما میذاشتی. کاری نکردم من. نصف شب بلند میشی چای دم میکنی که میخوابی. چقدر خواب؟ از صبح تو خونم یه چرتایی میزنم. شدی عین مامان، تا سحری نمیخوابی. بس که دلواپس بود. میگفت که میشه این ستا برن خونه یه بخت، نوه بیاد، نبیره بیاد. کی مامان این حرفا رو میزد؟ چرا بابا؟ تو دلش میگفت من میشینم. هر شده عین مامان، آدم دوست داره قربونش بره. الهی من قربونه دارم. نکن نمیخواد انقدر قربون صدقه من بره. برو چند تا چایی بریز ببینم بلدی یا نه. چشم. مصفا دیروز میگفت میخواد با هم حرف بزن. خب بالاخره تو کارخونه ای که همه مردن فقط یه زن هست، اونم خوش بر رو. خب بالاخره یکی گلگیر میشه دیگه. شانس آبادی یا رئیس کارخونه هم هست. واقعا مصفا میخواد ازت خواستگاری کنه؟ نمیدونم، دو سه روز خیلی هوله. ولی شما چرا اصلا تو اخمی؟ قند تو دلم آب بشه؟ خب معلومه، اخ تو باید در خونه در میزنه. اون وقت اوموندی در بکنی یا نه؟ خب بسه بیاد تو. من قرار تا ابد مسئول امور مالی باشی. مثل اینکه یه دفعه شما یه خانومی. خانوم باش، مامان، ترگل برگل. همین هم مونده وسط اون همه سیبیل من ترگل برگل بشم. بعد هم نیست بعضی وقتا یه دستی به سر رود بکشی. سیبیلات داره در میاد. اگه حرف خواستگاری شد چی بگم من؟ هرچی دلت میگه. اگه بگم آره بعدش چی میشه؟ منظورت اینه که ما چی میشیم؟ آره شما چی میشین؟ این خونه چی میشه؟ با هم بودنمون بگم نه؟ چرا انقدر آره و نمیکنی؟ نمیدونم، از حالا افتادم به دلشوره. اگه من از این خونه برم شما دوتا. آره ما ستا، یعنی ما دوتا خیلی وقت به تو چسبیدیم. حرفا یعنی چی؟ از که خودت یادت رفته اگه زیر بالو پرمو نگرفته بودی دانشکده رو ول میکردم این خونه هم حراج میشد. خب حالا منم باید قسطاشو بدم دیگه، هنوزم خیلی مونده تا تموم بشه. بابا الان از اون میگن سعی نخورم کلی گنجشکی
خوش ما رو فکر کنه از فیوزه. حواست بهش هست؟ دیگه چطور یه غم اومد تو چشاش؟ خواهد چسبیده تنگ خونه، هرچی بهش میگم که بریم بیرون، پارک، سینما، میگه نه، یه میگه پا. فقط پاش نیست، نذار اینقدر تنها بمونه. از فیروز که نبود. حالا خواهد خودتو با نونترین گردو خفه نکن. من که ماشالله ماشالله هرچی میخورم تکون نمیخورم. شما به تن نگرده خودتون باشه. یه هفته از خونه بیرون نرفتی یا؟ فرشته هم باعث میاد که تنها نباشی. آره؟ باش. قربونه خواهرم برم. بهش چیه خانم ساجد؟ آقای سالاری چی میگه؟ میگه کوچیکه، میگه تو استانداردهای ایرونی نیست. و نقاشی وسط کاشی هم مخالفه. خب کاراتون خیلی زیباست. ترکیب رنگا، سایه روشنش. اصلا طرح کلی شدم یاد کارای شنکوان میندازه. ولی فکر کنی مردم میخوان برن آشپزخونه یه نیمرو درست کنن. اون وقت باید هیچ چیزشون بیفته به اینا. شما چرا با طرح چینی میزنین؟ خب ایرونی بزن. اصلا همین طرحهای قدیمی خودمون. اگر هم دنبال نوگرایی هستی، تو همین طرحهای ایرونی باش. ولی بدون افراط و تفریط. همیشه یه شاخه گل رز بزرگ قرمز وسط کاشی باشه. آخه چقدر تکرار خانم ساجد. کی میخوایم یکم تنوع تو کارامون داشته باشیم؟ شما تازه از دانشگاه در اومدی. سلیقه مشتری دستت نیست. خب پس شما عیناً دیکته کنین، من اجرا میکنم. اندازه بدین، مدل بدین، طرح بدین. اصلا چرا به من میدین؟ به اون دستگاه بدین دیگه. ببخشید. نگران نباشین، جایی نمیره. میره یه طرح تازه بزنه. اما شما بالاخره باید ریسک کنید و یکی از طرحاشو قبول کنید. حساب کتابای کارخونه دست شماست. به نظر شما ما میتونیم ریسک بکنیم؟ یه بار باش بریم بازار بهش بگین مشتریمون چی میخواد. طرح قبلیش یادتون نیست؟ یه متر از اون کاشی ها فروخته نشد. جنسای ما میره شهرستان خانم. سلام عمو. چرا یخ زدی؟ سلام. چقدر زود اومدین؟ اونم با این پا. تو تهرون وقتی دیر میرسن ترافیکو بهونه میکنن. ما زود میایم بده، اونم با این پا. البته داره بهتر میشه. حالا من چه پشتت قایم کردی؟ نامه است. فقط نامه های عاشقانه رو قایم میکنن. برای خانم ساجد نوشتم. خواستگاری به روش رمانتیک داره؟ روم نمیشه مستقیم به خودش بگم. میترسم تو رو دروسی بمونه. ساجده اهل تعارف و رو دروسی نیستن. قرص و محکم هم. وقتی پدر مادرشون از دست دادن رو پای خودشون بودن. حتی قرض قوله پدرم دادن خونه رو نگه داشتن. حالا جلسه امروز برقراره. من امروز بد جوری آمادم. میخوام تمام دانش بیمه ایمو در اختیارتون بذارم. اگه بشه بذاریم برای یکی دو روز دیگه. دارم میرم دفتر مرکزی ایرانا. ببینم بالاخره میتونم لیسانسشون رو بگیرم. بعدش هم چه فایده؟ شما هر وقت میایین اینجا حق جلسه‌تون رو که نمیگیرین. این حقوق بازنشستگیتون کفاف کرای تاکسیاتون رو میده؟ فعلا بله. هر وقتم تصمیم گرفتم ازدواج کنم میام حق جلسه‌مو میگیرم. حالا تو جدا میخوای خواستگاری کنی؟ با اجازهتون. آره دیگه. شما خودتون میدونین اما من خیلی اهل شوخی نیستم. و جلسه امروزم که کنسله. چه خبر شده؟
چقدر تاییدیه میگیشین شما. خیلی خوبه. حالا فرزانه خانم کجا؟ میخوام برم احوال پرسی خواهر بزرگشون. واقعا تقارن جالبیه. پای شکسته منو. نه آخه خانم ساجد، اینجوری که نمیشه. طرح ساده میدم میگه هنریه، طرح هنری میدم میگه عجق وجقه، همش میگه مردم. خب مردم باید بخرن دیگه. یعنی ما همیشه یه جور کاشی کپی کنیم بریم دست مردم، چون مردم عادت کردن که همیشه ببینی یه جور... سلیقه اونا شرطه، عادتاشون شرطه، چه میدونم اصلا نمیشه وسط کاشی هیچی نباشه، فقط یه رنگ ساده. این معادله رو حداقل من سه بار توضیح دادم. عمده مطلب این که حسابداری که زیر مجموعه از ریاضیه به ظاهر زن و مرد نداره، اما در واقع بعضی وقتا اونقدر خشه میشه که فقط مردا میتونن پسش بر بیان. عجب. خانم ساجد شما بفرمایید. خسته نباشید. خیلی ممنون. وظیفه هم بود خانم؟ بله. بفرمایید. خدمت شما. قابل نداره خانم ساجد، کاری نکردم که. ای بابا. یه بار میام کل سیما رو از نو عوض میکنم. ما خیلی با اون خدا میآورز بده کار بودیم خانم. آخه اینجوری ما شرمنده میشیم. بذارین پای رفاقت بنده مون خدا بیامرزه ببین. خدا حافظ. خدا حافظ شما. سلام. سلام علیکم. خوش اومد. خوبه. سلام علیکم. سلام. داشتم از این حوالی رد می شدم، گفتم یه سلامی عرض کنم. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. بفرمایید تو. با کفش بفرمایید. بفرمایید. دست شما درد نکنه. چرا زحمت کشیدید؟ قابل نداره. خدا بد نده. خدا که بد نمیده. رفته بودم کوه طبیعت لذت ببرم. مونچه پام پیچ خورد، قوزک پام دو طرف شکست. حالا هم دردیم. البته درد که چه عرض کنم. حالا مشکلات شما رو بیشتر حس میکنم. من نمیدونم این علی آقا چی رو درست کرده. یه وقتی عرض کردم هر خونه یه مرد میخواد. برای چی؟ بیگاری خونه مال مرده. لامپ بسوزه، شیراب چکه بکنه، کنترل برق بپره. پاتون چطوره؟ میسازم باهاش الحمدلله. ببخشین چیزی برای پذیرایی نیست. شما هنوز روزه داریم؟ بله، ولی امسال دو منظور است. یکیش که به خاطر خداست، یکیش هم برای سالگرد پدرم. چه تقارنی. خدا رحمت کنه مرحوم پدرتونو. یادم میاد یه بار بیشتر ندیدمش. بسیار مرد شریف و نازنینی بودن. یادشون سبز. شما هم هنوز مشکل پزشکی دارین؟ به خاطر روزه؟ نه، عمده دردم بهتر شده. دیگه مشکل پزشکی نیست، مشکل دیگه پیش اومده. حالا خواهرها هنوز مجردن؟ بله. و فقط فرزانه خانم میرن سر کار؟ بله. شما خیال نداریم برگردیم مدرسه؟
با این پای لنگ بیام وایسم پای تخت سیاه. تخت ها که دیگه سیاه نیستن، خیلی جا سفیدن، بعضی هم سبز. شما تشریف بیارین، میگم یه تخت سفید بدن با ماجیک رنگی بذاری گچ. این پا دیگه خوب بشو نیست، من دیگه به این خونه نشینی عادت کردم. اب داره اگه عصا بگیرین دستتون، یا لاقل تا مدرسه رو ویلچر بشین. من از دنیا عقب موندم، الان همه بچه ها کامپیوتر دارن، درس ها عوض شده. ولی دو دوتا همیشه میشه چهار دا. چی شد بعد از این همه سال یاد ما کردی؟ افتادم کارخونه برادرزادم، اسم ساجد اومد، یاد شما افتادم. یه دوست و همکار قدیمی. به فال نیک گرفتم، گفتم بیام یه احوالی بپرسم. ولی نمیدونستم کی، کجا، چجوری. من اون سالایی که رو پای خودم بودم به شما گفتم نه، برای اینکه بعد از خواهرام مراقبت میکردم. وقتی هم که پام اینطوری شد باز گفتم نه، برای اینکه ترحم دوست نداشتم. یادمه، عمل سختی بود، بیچاره دکترم تقصیر نداشت. حالا هم دیگه گذشته، من باید به این وضع عادت کنم. ببخشین شما چی گفتین؟ گفتین چی رو به فالنیک گرفتین؟ همین مصفای ما و فرزانه خانم شما توی کارخونه کنار هم به قول قدیمی ها وسطت مبارک باشه. به قول قدیمی ها چی؟ مصفا و فرزانه زوج مناسبیه نه؟ مسعود خانه سالاری، نه من مصفای شما رو میشناسم، نه شما فرزانه ما رو. این به خودشون مربوطه چه تصمیمی بگیرم. حاجی. سلام خانم. سلام. حاجی نیستن؟ رفتن خونه یه چرتی بزنه. آماده است. درست شده؟ بله، بابا گفتن چی کارش کنم، خودم درستش کردم. پس ببرم. میارم براتون. نه شما چرا سنگینه؟ یه کوچه هست دیگه، میارم براتون. آقا مهدی، چشت به کارگاه هست؟ خیال راحت. سنگین نیست؟ نه، نه زیاد. شما مگه نرفتین تو آژانس؟ هستم هنوزم. از این صندلی شما خوشم اومد، به بابام گفتم بذاره من تعمیرش کنم. بعضی وقتا یه چیزی چشما بگیره کمک بابا میکنه. طورش نبوده البته، قدیمیه دیگه، مال آقا جونم بوده. شما جلوتون رو میبینین؟ بله. خواهی نگه خسته شدین وایسین. بله. وای، چی سرخ شدی؟ ای نداره. بابام خیلی ذکر خیر آقا جونتونو کرده، میگه تو کاسبای محل همه قبولش داشته. دستتون درد نکنه. بفرمایید، بفرمایید. بذارید همینجا لطفا. میارم تو. نه، میخوایم فعلا همینجا باشه. آقا کریم گفتن چند؟ با خودشون حساب کنید. نه، تعارف نکنید دیگه جناب حامد آقا. نه دیگه، با خودشون. برشته. صندلی آقا جون آوردم. با عزت. دستتون درد نکنه. خداحافظ. خدا نگهدار. خدا. خدا. هول شدم گفتم جناب حامد آقا.
الوعده وفا خانم ساجد. قرار بود یه نهار بدین یا پولشو. قرار بود پنجشنبه تعطیل باشه یا اضافه شو بگیر. قرار بود تو 10% سود کارخونه شریک بشین. اصلا این طرح طبقه بندی مشاغل چی شد؟ بله حق با شماست. من با دکتر مصطفی سالاری هم صحبت کردم. ایشون گفتن باشه. پس کو؟ چی شد؟ خانم ساجد شما طرف ما این یا طرف دکتر سالاری؟ خواسته شما حقه. بله که خواسته ما حقه. ما اینا رو به شما میگیم که به گوش دکتر سالاری برسه. خانم ما با هیچ کی شوخی نداریم. یاره یا نه چرا دسترس میکنید؟ ما اضافه که نمیخوایم، حقمون رو میخوایم. تکلیف ما همین امروز باید مشخص شه. وگرنه کار نمیکنید. سر ما رو کلا نذارید خانم. شما از طرف بالایی. ما تعطیل میکنیم. بله تعطیلش میکنیم. تعطیل میکنیم. احمد آقا شما چرا داد میزنید؟ یعنی چی؟ یعنی من حتی اجازه ندارم داد بزنم؟ نه حداقل وقتی داری با من حرف میزنی نه. به به خانم کوچولوی خونه میخوای امروز به خواهرات پلو بدی؟ نه خیر شعله زرد. باریکلا شعله زرد چطوری درست میکنن؟ اول برنج و پیمونه میکنن، بعد چند بار میشورنش تا آبش کاملا زلال زلال بشه و تمیز بشه. بعدش 6 برابر در برنج آب می‌ریزیم و آها اینطوری با نوت برداری نمیتونی آشپز بشی. اونم آشپز یه همچین غذایی که میان پاش وای میسن و کلی نظر و نیاز میکنن. برای آشپزی باید تمرکز داشته باشی. آها خب فهمیدم. ببین اول 5 یا 6 برابر برنج آب می‌ریزیم. خب و بعد خوب بعد همش بزنیم تا کاملا برنج مخفوق بشه و مغزش نرم بشه. خب تا وقتی که این کارو کردی بعد شکری رو که از قبل آماده کردی و تمیز کردی 2 تا پیمونه بریزی توش و این قسمت
خیلی مهمه به خاطر اینکه مامان اون شعله زد. خانم ساجد اجازه میدی؟ خواستم بگم که هی میگین تعطیل میکنین، تعطیل میکنین که چی بشه؟ چطور بشه؟ پول نهار میشه، اضافه حقوق میشه. خیلی خوب، به من گفتین، منم به دکتر مصفا گفتم، اونم گفت باش. همون موقع هم داشتم حساب کتاب سودو میکردم. قرار شده پول نهار اضافه بشه، پنجشنبه هم حساب بشه. داره میشه. دم کارخونه یه بر، هوای تهرانم یه بر، حتما تو ترافیک مونده. بیا بشین بقیهش رو من میارم. اون پولا رو کشیدم، بردار بیار. باز شد؟ نیم ساعت اون پایینم، هی زنگ میزنم، سنگ میزنم. سلام. 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 گناهش گردن من. از صبح دوبار به علی آقا برکار گفتم این زنگ خرابه ها، انگار نه انگار. صد بار یاد آقا جون میکنه ولی هیچ کاری انجام نمیده. یه موبایل میخوای که از سر کوچه یا تو تاکسی زنگ بزنی که دارم میام. سرم داره میترکه از وارونگی حواس. چایی یا آب جوش؟ شیر لطفاً. همچین طولکی که اصلا دوست نداره به ما نگاه کنه. ببین آدم باید روزش رو با یک قدح آب کله پاچه وا کنه تا چشاش واشه. هیچی چشایی منو با نمی کنه امشه. حتی تماشایی دوتا خواهر منتظر. بالاخره مصطفی امروز ازم خواستگاری کرد. بالاخره؟ وا. یعنی راست راست تو چشا زل زد گفت فرزان خانم زن من میچی؟ اون هیچ وقت مستقیم به من نگاه نمیکنه، از بس خجالتیه. کاش نگاه میکرد میدید چیزی تو چشم نیست. بکنم مایزاده فرزانه خانم، من از صمیم قلب عاشق شیفته شما هستم. یه دقیقه شوخی رو بذار کنار ببینم. خوب همین دیگه، بعد این پاکت رو بذاش رو میزم که ببینم. وقت تو چی گفتی؟ گفتم وقت میخوام تا فکر کنم. خانم ساجد عزیز سلام. گفتم اصلا منتظر همچین خواستگاری نبودم، اصلا منتظر خواستگار نبودم. فرزانه خانم عزیز لطفا جسارت بنده رو ببخشید و در این خصوص به قلب و روح خود مراجعه کرده و جواب بدهید. چی بگم؟ نمیدونی؟ واقعا؟
یا داری از من میپرسی؟ نه نمیدونم واقعا. خب ببین، یه جواب دندون شکن دارم، یه جواب خاصی گارزا بود. ببین یه بنوز برش دیم چنم آقای نیزم کنیدن. صبح مسعود سالاری اومده بود اینجا احوال پرس من، ولی انگار بیشتر قصدش پادرمیونی بود برای مصفا سالاری. بفرما. بزرگترای فامیل بله رو به هم گفتن. منم گفتم فرزانه خودش میدونه چه تصمیمی بگیره. کاش میدونستم تصمیمم چیه. هرچی عقلت میگه. اول عقل بعد احساس. تو اول باید ببینی از این مرد خوشت میاد یا نه، دوست داری مرد زندگیت باشه یا نه. چه حرفیه فریده جان، من تا ندونم آینده شما دوتا چی میشه نمیتونم درباره این آدم حتی فکر کنم. من باید بدونم قسطای بانک پرداخت میشه، یه پسندازم باشه برای اینکه نگران آینده نباشی. چرا بهانه میگیره فرزانه جان؟ داری خودتو پشت ما دوتا قایم میکنی. مشکل ما مال خودمونه، خودمونم حلش میکنی. تو هم تصمیمتو خودت باید بگیری. تنهایی. شکسته وار در بالش کشیده، نه هوایی یاریش داده، آفتابی نه. آفتابی نه دمی با بوسه گرمش به سوی او دویده. تیز پر، تیز پروازی به سنگین خواب روزانش سمستانی، خواب میبیند جهان زندگانی را در جهانی بین مرگ و زندگانی. نمیخواستی یه چرت دیگه بزنی؟ نه دیگه، خواب از سرم پرید. دیشب هم نتونستم خوب بخوابم. اینجوری سر کار اذیت میشی؟ یه روزو میتونم تحمل کنم. عوضش فرشته خانم ما خوب خوابیده. برای سحری هم از جاش تکون نخورد. کله گنجشکی نشی خانم؟ نه بابا، حالا من ایست گفتم. با سری میکشم خودم. بالاخره دیشب تونستی شعر رو درست بخونی؟ غلط میخوندم مگه؟ نمیدونم، فریده جون معلم بوده. حالا تو چه اصراری داری که نیما بخونی؟ اونم شعر به این سختی رو. همینجوری سخته ولی خیلی قشنگه. حالا برو دست و صورت تو بشور، بیا یه چایی بخور، وقت زیادی نداری. پاییز اومد دیگه. چه بویی. آنگاه که لبها خاموشند، دلها سخن آغازیده کردند. رازهای پنهان، پرسشهای بیپاسخ. بشین چای تو بخور، هیچ رازی نیست. من میدانم در دلهای شما چه میگذرد. شما میگه من امروز به اون بابا میگم اصلا نه،
اگر من به عقد تو درآیم خواهرانم چه کنند؟ مگر می توانم تنهایشان بگذارم؟ و شما؟ آه فرزانه جون، به فکر خودت باش. ما می خواهی تو سرمون میکنیم و گلیممون خودمون از آب بیرون میکشیم. و اما من شخص خودم میگم نترسین خواهرا، من بالاخره درسم تموم میشه، حسابدار میشم، دختر سوختم دختر فراری هم نمیشم، اون وقت حساب شما رو میرسم، یعنی حسابتون رو میدم. و تازه داداش فرزادم از ژاپن میاد، پول میاره. دیرت نشه فرزانه جون. یه 50-60 تومانی سوخت. برو دیرت میشه. برو دیگه. شده اینه بابا. همش به فکر حساب کتاب خونه است. من که تصمیم خودم رو گرفتم، از امروز میرم دنبال کار. تو فقط من از امروز میخوام. شما نه؟ شما باید درستو بخونی.
احمد آقا، احمد آقا، لا اله الا الله. چرا نمیری با خانم ساجد صحبت کنی؟ وقتی هیچکی به آدم اعتماد نداره برم بگم چی ها؟ بذار یکی دیگه بره. تا حالا ما وسط بودیم، حالا دیگه نیست. ولی شما هنوز نماینده ای احمد آقا. اگه نمایندم پس بذارن همونجوری که صلاح کارا رو انجام بدم. برام خان، من رفتم با خانم ساجد صحبت کردم، اینکه قبول کرده، منتها فرصت خواسته تا یواش یواش کارا رو انجام بده. اما اینا که حالیشون نیست تو چه وضعیتی اون بنده خدا. میخوای برم باهاش صحبت کنم؟ نه مو، بالاخره جواب میده، یکم فرصت خواسته فکر کنه، خودش تصمیم بگیره بهتره. نمیخوام کسی پادر میونی کنه، لااقل فعلا نه. شما حتما قصه لاک پشت خرگوش رو میدونی دیگه. اما برادرهای وزارت بازرگانی رو نمیشه خیلی معطل کرد. فهم. فقط یه چیزی خیلی فکری میکرده، اگه این خانم بالاخره قبول کنه و جواب مثبت بده، این کارخونه چی میشه؟ یعنی منظورم اینه که کارهای ایشونو بعدن کی بعد انجام بده؟ آها، یعنی میخوام بفهمید که حسابدار کارخونه قراره بشه حسابدار خونه. خودم میبرم. خودت خودت رو میبری؟ ولی تو گفت من نرم بیرون که باید بیام. آره با من بیا، ولی فقط نگام کن. فقط نگام کن. آخه چه شاعرانه. باش فقط نگات میکنم. سلام. خیلی کمپان شما خوبه؟ خوب هستی؟ سلامت باشی. سلام. خوب هستی جان؟ نگاه ها رو داشتی؟ آره. خب برای اونا عجیبه که من بالاخره با این صندلی کنار اومدم. حالا خوبه نباید براشون توضیح بدم قضیه چیه؟ بالاخره که بعد برای مدیر و ناظم و چشمم تمام خانمای مدرسه که توضیح بدی. خوشبختانه اونا همشون در جریان عمل جراحی من بودن. من فقط نگاه کنم؟ فقط نگاه کن. سلام خانم. سلام. بازم که قهری؟ ما دیگه نماینده هیچ کس نیستیم خانم. هر کس هر حرفی داره خودش میاد اینجا به شما میگه. مثلا این حسن آقا میگه تکلیف مرخصی نه هفتهش چی میشه. یا این آقا رضا زنش پا به ماست مرخصی خواسته، اما ما هیچ کیو نداریم جاش بذاریم تا اون تفلک بره مرخصی. یا مهد آقا میگه چرا پنجشنبه رو نصف روز با ما حساب میکنن. خانم ساجه اصلا حرفای منو گوش دادین؟ بیا اینو بزن به تابلو اعلانات. خوبه؟ چیزی هست که بخواین توش نباشه؟ دست شما درد نکنه، ولی این همه خواسته بچه ها نیست ها؟ فعلا دیگه. بخشنامه جدیده.
خب ظاهرا مشکل کارگرا حل شد. اما من چی؟ تکلیف من چی میشه؟ آدم مثل این که تا حرف نزنه، داد نزنه، هیچ کس نمیبینتش، جدیش نمیگیره. خانم ساجد، من از 12 سالگی دارم کار میکنم. کار میکردم و درس میخوندم. هیچکی هم نبوده کمکم کنه. کار کردم، دیپلم گرفتم. کار کردم، لیسانس گرفتم. خیر سرم شدم گرافیست. بازم کار کردم. با کلی امید و آرزو، کلی ایده و رویا. جاهای زیادی هم کار کردم. یه مدت توی روزنامه ها طرح میدادم، کاریکاتور میکشیدم. خب زد و بعد از یه مدتی روزنامه ها بسته شد. من هم یه مدت بیکار بودم، اما باز کار کردم. رفتم تو کار تبلیغات، طراحی صنعتی. خانم ساجد، ببینید، من دارم سعی میکنم با آرزوها و رویاهام کنار بیام، کوتاه بیام. میدونم شما خودتونم مشکلات دارین، اما میخوام بدونم تکلیف من این وسط چیه. آخه بابا ناسلامتی، منم آدمم. خب منم یه حق و حقوقی دارم. بله حتما میدونم، تو فکر شما هم بودم. اتفاقا میخواستم بعد از اینکه مشکل کارگرها حل شد با آقای سالاری راجع به شما هم صحبت کنم، اما دیدین که پیش پای شما رفتم بیرون. من چیکار کنم؟ همینجا وایسم؟ کتابی رو که با خودت آوردی درار بخون. کجا میری خانم؟ اونجا که دفتر نیست، همینطوری واسه خودت میرونی و میری؟ سلام. سلام خانم ساجد، فداتون بشم الهی. این مدت شما کجا بودی؟ نه خبری، نه زنگی. سلام، جایی تشریف میبرین در خدمتونم. سلام. نه ممنون، منتظرم. خواهرم رفتن تدریس کنن بیان. با عزت. اولش اینا رو میتونیم ببریم، من لازمشون ندارم.
خیلی ممنون. خداحافظ. سلام. به قیافه در همتون نمیخوره گفته باشن خانم ساجد بفرمایید. همه چی ناشنا بود، هیچ کس نبود، انگار مدرسه رو دوباره ساختن، دو طبقهش کردم. خب بالاخره اون که بود چی گفت؟ هیچی، تلفنمو دادم، اگه یادشون بمونه به یه معلم ویلچر نشین زنگ بزنم. ببین با ویلچر بی ویلچر معلمی، اصلا مدرسه رو میاریم خونه پای ویلچر. خونه خونه است، مدرسه مدرسه. نکنین دلت واسه جیغ و داد بچه ها تنگ شده. ببین من جدی گفتم ها، میشه مدرسه رو آورد تو خونه صبح، اصلا هر وقت تو بخوای. خونه رو ترتمیز میکنم، تخته میذارم، صندلی، همه چی. اصلا شاید کارمون گرفت یه مدرسه زدیم، به خدا خوب میشه ها. هیچ کس پایان این روزان نمیداند، برد پرواز کدامین، برد پرواز کدامین بال تا سوی کجا باشد، کس نمیبیند، کس را نمیبیند. اینجا نوشته کس، خب اشتباه چاپی حتما. کس را نمیبیند، ناگهان هولی برانگیزد، نابجایی گرم برخیزد، هوشمندی سرد بنشیند، سرگرانی نیستش با خواب سنگین زمستانی، از پس سردی روزان زمستان است روزان بهارانی. سلام، حال شما خوبه؟ سلام خانم ساجد. سلام علیکم. خاطرتون هست دخترم محسنی شاگردتون بود؟ اون که رفت خونه بخت به سلامتی. صبح دیدم دارین میرین مدرسه، خیلی خوشحال شدم. حالا این دختر کوچیکم هم همون دبیرستانه. میخواستم اگه بشه تو کلاس شما باشه. میشه؟ ایشالله، حالا خبرتون میکنیم. اگه دبیرستان نشد ایشون تدریس خصوصی هم میکنن. با اجازه. خب منم میرم شانسم امتحان کنم. شما که قرار شد اول درستو تموم کنی. درسم هم تموم میکنم. درسی کار با هم نمیشه؟ خدافظ. ببخشید. اینجا تهرانه، یعنی شهری که توش میبینی باعث تحریکه، تحریکه روی تا تو آشغال دونی یه بمی تو آبادم نیستی، آشغال بودی، اینجا همه گرگم میخوای باشی مثل بره بزر تو جبوشی دو من باکو نمیذاره. اینجا تهران رو نه حضرت آقای، جناب آقای، نه جناب، بله بله، آگهی شما رو در جرایده کثیرالانتشار دیدم و فرمودین اسم؟ فرشته ساجد هستم. حسابداری دوپ رو در مؤسسه معتبر دارم اینا استخدام شم، البته اگه خدا بخواد.
ببخشین آقا، خیابون 13 از این طرفه؟ خیابون 13 13 نه هست خانم، حالا چرا 13؟ بفرمایید بریم 7. بابا خانم حالا چرا غر میکنی؟ کجاش؟ سر نکن خانم، خیلی خوب باشه و این 13 چیزی نشد که آخه تمام باله، خیلی خوب زمه چاک بلش کن، حالا چی شده مگه؟ بلش کن، برو بابا، بلش کن، نمیش کن پارو. شما واقعا میخواستین چاقو بکشین؟ تو اتوبوس بودین؟ آره، کارت سوخت ماشینه تموم شده، با اتوبوس میرم این برام. جایی میخواستین بریم؟ آره، خیابون 13، من نمیدونم کدوم طرفه، بکنم پایین باشه. کجا این امروز؟ میترسیم فرشته بیاد به پاتون کاغذ رنگی ببنده پرتون بده؟ نه ترسیم، امروز خونه نیست. خب حالا با این چیکار کنم؟ کتلتش کنم؟ به جنبم الان فرشته میخواد بیاد فضولی کنه، هی بپرسه اینو چجوری درست کردی؟ پیازشو چیکار کردی؟ پشتشو چجوری بریزم؟ من برم سر کار، میخواد چیکار کنه؟ مگه شما کمکش کنین آشپزی یاد بگیره؟ نوتم بر نداره. خوش جونتون. سلام، شما هنوز اینجا این؟ بله. شما همیشه نقشه بچه محل غیرتی رو بازی میکنین؟ من همیشه فکر میکردم مدیر عامل ها و رئیس شرکت ها مردن، یکی خانوم بود. نمیدونم، شاید هم منشی چیزی بود، منم بول شدم صدام در نیمد. چرا میخواین کار کنین؟ مثل خنده حتما. سلام خانم ساجد، من محتشمی هستم، مدیر دبیرستان قبلی شما، یعنی همین دبیرستانی که تشریف آوردین. راستش اولش به جا نیوردم، داشتم میرفتم سراغ پروندهتون که تازه متوجه شدم ای وای، خانم فریده ساجد دبیر نمونه ریاضی تو منطقه. به هر حال خیلی خوشحال میشیم که تو این هفته دوباره تشریف بیارین مدرسه خودتون. مگه چند تا خانم ساجد تو این شهر پیدا میشه؟ لطف کنین یه زنگی به دفتر مدرسه بزنین. خدا نگهدارتو. آدم اگه خودش یه شرکت بزنه راحت تر میه سر کار تا بخواد این شرکت دنبال کار بگرده. طرف طوری به من دو سه تا دختر دیگه زور زد که فهمیدم باید پا بزنم به فرار. نفهمیدم. آره حق داری، خیلی سخته. هست هنوزم؟ بله، یه مؤسسه از آموزشگاه بازیگری هنرپیشگیه، حسابدار میخواد. ببخشید، آموزشگاه بازیگری اینجا رو موندی بودو. مدیر
کجا؟ تو تو سا سا سه سی سو سو جا 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 جی جو جو. ببخشید مدیر کجاست؟ دست بالا ببخشید، دست بالا، راکت راکت ببخشید. درمی باید از تو دلت قلقل کنه، استرابه بزنه تو چشمه بایلا دوید باشه، سر کن، باور کن، حالا میفتی بپا بپا نمید آزاده، مشکل دست کاملا بمیده استش کن، شیشه رو حس کن کاملا، فراز، فراز احساس کن، یعنی کاملا جسمو لمس کن. بچه های پشت سلام، من برای آقای حسابداری اومدم. چه خوب، برای استخدام منشی و حسابدار ها؟ خیلی خوب، گواهی نامه حسابداری تو آوردی؟ ده هفته دیگه آماده میشه، میارم خدمتتون. پس من میشه همینجا بازیگری بخونم؟ مگه حسابداری نخوندی؟ بازیگری دیگه برای چی میخوای بخونی؟ دوست دارم. دوست داری بازیگر شی؟ بله بله خیلی دوست دارم. برای چی میخوای بازیگر شی؟ میدونین خیلی بهش فکر نکردم، ولی همین که آدم بتونه با آدمای زیادی ارتباط برقرار کنه، معروف شه، مشهور بیاد توی محبوب توی خیابون، خیلی خوشگلم. پایه و اساس این حرفه عشق، دوست داشتن، خواستن، پیگیری کردن، زحمت کشیدن. آب کم جون، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. یه کتاب بهت میدم بخونی، باید خیلی خیلی خوب و با دقت بخونم. هفته دیگه بیا ازت تست بگیریم. اگر واقعا استعدادت در حد نور جان توفان برداشت نمیدیم. خب من کلاس دارم، میبینم. خدا خوب بخون. خدا حافظ. این بچه بازی ها تمومی بشین. شما این مطلب قلمبه شده تو چشاتونه، نکنی دلدل میکنی یه چیزی به من بگین. من؟ آره شما حتما میخواییم با من دوست شین، ولی من اهل اینجور چیزا نیستم، پس میگم نه. ولی شما بازم دنبال من میان، هی میگین سلام خان ساجد، حالتون چطور خانم؟ خانواده خوبه؟ بعد من میگم بله همه سلامتن ممنون، بعد شما میگین البته با تبسم و حجب و حیا. یه بستنی فروشی، یعنی یه کافی شاپ سر کوچه هست. من میگم از سن بستنی خوردن من دیگه گذشته. بعدشم الان ماه رمضونه، همین مغازه بسته است. تازه من روزم، البته اگه خدا قبول کنه. بعد شما میگین سرش نمیندازین پایین اینطوری. یه عرضی داشتم خانم ساجد. من میگم میدونم عرضتون چیه، ولی من اول باید درسمو تموم کنم. البته یه چند ماه دیگه تموم میکنم. بعدشم من میخوام هنرپیشه بشم آقای محترم. تازه من وقت ازدواج ندارم. بعد شما میگین مگه ازدواج وقت میخواد؟ مگه رفتیم برای هنرپیشگی؟ نه رفتم حسابدار بشم. استاد گفتن چرا نمیای بازیگر بشی؟ به نظر میاد استعداد داری. منم گفتم شدم شدم، خدا رو چه دیدی؟ با اجازه. چیزی میخواستیم بگی؟ میدونم که ترجیح میدین با اتوبوس برین،
اینم میدونم که دوست ندارین من یا هر کس دیگه ای بخواد شما رو برسونه. فقط میخواستم بپرسم، یعنی اگه اجازه بدین میخواستم بدونم به پیشنهاد من فکر کردین؟ چطوره دکتر؟ بد نیست. ولی این خیلی شبیه طرحهای سابق کارخونه است. خسته نشدین از این طرحهای شبیه هم؟ هر وقت خانم ساجد طرحهای مدرن شما رو پذیرفتن، منم حرفی ندارم. فعلا که میگن نه، نوآوری افراطی نه. آخه دکتر، خب یه جوری نوآوری کنین که قبول کنن. برها شما طراحین، درس این حرفه رو خوندین. حیف همیشه سرکارگر بمونید. مرحوم عبوی خدا رحمتشون کنه همه ی امور برق این خونه رو میسپرد به من. میگفت علی آقا سیبکشی برق این خونه و محله دستته. میگفت به فرزاد ما هم یاد بده. اون موقع آقا داداش شما 12-13 ساله بود. آره بله، آدم اگه بخواد پول در بیاره همینجا هم میتونه. خب، این دیگه درست شد. خسته نباشی علی آقا. خیلی ممنون. بازم اگه موردی بود یه تلفن می‌زنیم در خدمتی. الو. سلام علیکم. خداحافظ. 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 ببخشید با من بودین؟ بله. خیلی ممنون. راست شما هر موقع حال منو می‌پرسی ممنون میشم. بله دارم از خیابون زنگ میزنم. راستش خیلی خوشحال شده میخوام برگردی مدرسه. خانم محتشمی گفتن سر زدی. منم با منطقه تماس گرفتم تحلیل رو گفتم برمیداری بعد شما میتونی. بله منم پیگیر شدم. مجوز پزشکی رو بدین دیگه مشکلی نیست، میتونی برگردی سر کلاس. خواهش میکنم، اختیار دارید. من که کاری نکردم، فقط پیگیری کردم. خیلی ممنون، مراقب خودتون باشید. چشم، خداحافظ شما. خوب شد دست درد نکنه. آفرین، به خدا دیگه بهتر از این نمیشه. آقای سالاری بودن؟ چی میگفتن؟ گفتن کوچیکترا تو کار بزرگترا کنجکاوی نکنن. برو یه چیزی بیاریم پرده رو بزن. سلام. 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 بریزم. بریز. بری فرزادم. بازم گفتم وقت میخوام. چون وقت میخوام. میخوای استخاره کنی؟ خب آره، میخوام بدونم شماها چی میشین. صبح خانم معلم رفتن مدرسه. جدی؟ بله، با ویلچر بدون کمک راننده، یعنی تماما خودش راننده کرد. تلفن‌های متعدد هم داشتن. خب
هیچ، رفتن دفتر مدرسه. اونایی که قبلا بودن نبودن، اونایی که نبودن بودن. خان مدیرم تا فریده جون رو دید گفت ایوه خانم جون، عزیز جون، کجا بودی شما؟ با در به در دنبال یه معلم ریاضی هستی؟ چی شد به دلت افتاد بیای؟ بعد هیچی، دوباره همینطوری قربونت بشم و ماچ ماچ و همینطوری ماچ. واقعا؟ این که نبود تو مدرسه، همه چی عوض شده بود، همه عوض شده بودن. فقط هوری خانم سرایدار مدرسه بود، مدیر جدیدم نبود. بهم گفتن تلفن تو بذار باهات تماس میگیریم. اومدم خونه زنگ زد خود خانم مدیر، عذرخواهی کرد و کلی هم تحویل گرفت. خود منم رفتم دنبال یاگایی توی شرکت معتبر. بگو خب. اونا که میدونم، بهت گفتن دختر جون برو اول مدرکتو بگیر بعد بیا. وا شما اگه اونجا بودی؟ در وایساده بودم. وا والا فریده جونم، این که از خونه زدی بیرون ولی روحیت خیلی خوبه، ولی برای چی باید بری سر کار؟ نه که اشکالی داشته باشه، ولی اگه به خاطر من باشه اصلا نمیبخشمت. تو هم بهتر بود به جای این کارا میرفتی دنبال پرده. پرده؟ بله پرده، یک پرده مخمل قرمز خوش رنگ جلوی یک صفحه. پرده قیش قیش کنار میره. شما دوتا به زنده چشم دوختی. منظره یک خانه زیبا اما ساده، شبیه همین خانه. من با شمعدانی در دست به صحنه میایم و میخوانم دینگ دانگ. چه خبر؟ کی میکند گذر؟ حرف از کدام سوگ و کدام این عروسی است؟ ناقوس؟ کی شاد مانده؟ که مایوس. واسه همین که میگم نمیتونم به مصفا جواب بدم. چیزیش نیست، فقط یکم احساساتیه. تو هم نمیخواد قصه ما رو بخوری. به قول بابا توکل میکنیم که اون به اندوه نگذره. کارگردانش بد بود، یه هوا ملودرام غلیظ گرفته بود واسه گیشه. افطار تو بخور. خوام این رازی رو بهتون بگم. بله از اون باکس کردن تو معلوم بود که یه رازی هست. واقعا؟ بله. حالا اون راز چیه؟ هیچی چی بلش کن. هیچی. یادم بابا همیشه اینجور موقع ها دعا میخوند. ای نعمت دهنده ای افسون بخش، توی آن که سجده کرد بر تو سیاهی شب و روشنایی روز و نور ماه و شعاع آفتاب و وزش درخت و خروش آب. بفرمی خانم، شیرینی محصول جدیده. مبارک باشه، مرسی. بذارید روی میز. میل کنید خانم. من روزم. شرمنده، ببخشید. بفرمایید. این
آقا شهرام تفلک یه خود گرفتاری داره، مختصر مساعده ای میخواست. این آقا شهرام شما که همیشه گرفتاری داره. حالا چقدر میخواد؟ 100 تومن. 50 تومن مینویسم، بگو آخر وقت خودش بیاد بگیره. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. شما با من کاری دارین؟ نه، بعدن تحاله شد. حالا که سردر ایران رو زدی و لباس فرمتن کارگر رو کردی، تونستی لیسانسشون رو بگیری؟ آره، با تلاشای خانم ساجد بالاخره موفق شدیم قول مساعد ازشون بگیریم. خانم ساجد خوب اینجا رو اداره میکنه، بیشتر از اینا قدرشو بدون. شما فکر میکنید اگر بخوام به همه خواسته هاشون جواب مثبت بدم چند درصد از سود اینجا رو باید بهشون ببخشن؟ دقیق نمیدونم، فکر کنم 10% کافیه، اما عیبی نداره، مهم اینه که همه چی رو به راهه. آره، ولی مسئله اینجاست که همشون فکر میکنن من این چیزها رو پذیرفتم به خاطر اینکه به خانم ساجد نظر داره. ولی حداقل شما خوب میدونید من به غیر از دیده پاک هیچ جوری دیگه ای بهشون نگاه نکردم. مدیریت اینجا از دستم در رفته، همه کارا رسما به اسم خانم ساجد تموم شده. بری خواستگاری حل میشه عمو جان. این شما فکر میکنید خانم ساجد واقعا زنی هست که تو خونه بشینه و کارهای خونه رو انجام بده؟ اگه همچی فکری تو سرت عمو جون ببخشید، فکر وصلت با ساجد رو نکنی بهتره. سلام. سلام. ازی میکنم. سلام. 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 آه شما این جناب قبول شدین؟ استاد گفتن بهتر فعلا به عنوان حسابدار توی مؤسسه باشم تا بعد شاید ما جون مخصوصی بار آمده باشیم، ولی در هر صورت من نمیتوانم این را تحمل کنم. وقتی با آدم ها اینطور رفتار میکنن من منقلب میشوم، حالم بد میشود، بسیار عصبی میشوم. استعداد شما خانم ساجد بعد پرورش پیدا کنه و بالا بیاد. غریزه هنر میگفت. و فعلا چون حسابدار ما رفته، شما اگه مایلید بشید دستیار حسابدار. 8 صبح تا 6 بعد از ظهر. شما قبول کردین؟ آره. ببین، آدم برای بالا رفتن از نردبون ترقی باید پاشو بذاره رو پله اول. مگه نه؟ شما دارین یه چیزی تو دلتون میگی. من؟ آره، شما. تو دلم؟ نه. یعنی؟ چرا؟ دارین میگین؟ یعنی بعداً میخواستین بگین؟ خوشبختی یعنی یه سقف، یه چراغ پرنور، یه پنجره. بعدش هم که من هیچی نگفتم، فقط نگاهتون کردم، بگین اجازه هست من به اتفاق عبوی و والد و همشیر خدمت خانواده برسم؟ دروغ میگم؟ اما من میگم نه. نه؟
یعنی چی نه؟ خیلی قشنگا. سلیقه کیه؟ خب معلومه دیگه سلیقه این که سوال نداره. مگه اینکه یه چیزی از بین بره تا یه سه نوبیات توی خونه. خیلی خوب. راست میگم دیگه. کسی قراره بیاد؟ نه. نه. بله. سلام آقای. بله بله بفرمایید. سلام. میدونم که بی خبر و بی موقع اومدم، ولی بعد می اومدم دیگه، بعد می اومدم. بفرمایید. با اجازتون من رو برمیگردم. دوشیزه خانم، فرزانه خانم ساجد، این گلهای قشنگ و زیبا نشان از مکنونات خردی من. بعد دست کاری یا نشان بگل از اینا رو برای چی دستت گرفتی اومدی بالا؟ چه میدونم بابا، هول شدم همجور با خودم آوردم. این آقا کی هست؟ مهندس بهرام طراح همکارمونه. وای خدا، یعنی رقیب رئیس کارخونه. هر دوتاتون اخراجی. آخ جون، اولش از اینجا فیلم بفروش میشه. خب چای اومد دست من بریزم. بریزی چای بریز ببرم. میگم شاید اومده واسطه بشه بین تو و مصفا. فکر نمیکنم. شما که هنوز وایسادی. بفرمایید. فرزانه خانم بفرمایید. دستتون درد نکنه. ببخشید. میدونم یه مقدمه میخواد، ولی من بلد نیستم. حتما میدونین من فقط یه مادر پیر دارم. نه نمیدونستم. بله نمیدونستی، درسته. میخواستم بگم من ماشین، پول، ملک و املاک هیچی ندارم، ولی عشق تا دلتون بخواد دارم. اگه عشق بسه من عاشقم. چطوری بگم؟ میخواستم بگم که یعنی باید بگم با من ازدواج میکنین. افطار که نکردین ها؟ روزه که نبودم، ولی 24 ساعته که هیچی نخوردم. خب بالا سفره افطار پهنه. بفرمایید، بفرمایید بالا. بفرمایید. خیلی خوب. بفرمید. سلام علیکم. سلام. سلام. آقای مهندس بهرام احمدی هستن، خواهر بزرگم فریده و خواهر کوچیکم. خوشبختم. خیلی خوش آمدید. بفرمید. بفرمید خوش آمدید.
بفرمایید. که باز رفت. نمیدونم این علی آقا میاد اینجا چی کار میکنه. بیچاره پیره مرد. بابا آقا هر وقت میاد انقدر داستان تعریف میکنه که اصلا یادش میاد چی کار میکنه.